با درود و سلام، من کنوش توکلی هستم. مدت ها بود که دنبال تهیه یک مستندی در مورد دستگاه های اطلاعاتی ایران در داخل و خارج تهیه بکنم. امروز پنجشنبه 11 فوریه 2021 دو خبر، یکی به نقل از یک روزنامه انگلیسی اطلاع داد که آقای فخریزاده توسط یک تیربار بسیار پیشرفته و به وزن حداقل یک تن کشته شد که قطعات آن در ظرف 8 ماه توسط موساد به داخل ایران قاچاق و سپس منتاج شد. این عملیات توسط 20 تن از جاسوسان اسرائیلی و ایرانی که یک تن از اونها به گفته وزیر اطلاعات ایران به اصطلاح جزو محافظین آقای فخریزاده بودم و تنها یک هفته پس از محکومیت یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی در بلژیک با جرایم مربوط به بمبگذاری و تروریسم، اکنون با خبر شدیم که رسانه‌های ترکیه خبر دادن که یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول هم در پرونده قتل یک فعال مخالف حکومت یعنی زندیاد مسعود مولوی بازداشت شده. این خبر رو روزنامه دیلی سبای ترکیه پنجشنبه 23 بهمن ما گزارش داد که محمد رضا ناصرزاده کارمند 43 ساله کنسولگری ایران هفته جاری به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی مدیر کانال تلگرام افشاگر جعبه سیاه بازداشت شده. ببینید، من این خبر رو همه خبرگزاری ها امروز منتشر کردن. هدف من این هست که یک بررسی صورت بگیره. ببینید، من برای اینکه یک مقدار اهمیت این قضیه رو نشون بدم، شما میدونید که مجاهدین منضبط ترین تشکیلات رو دارن و بسته ترین تشکیلات هست، یعنی هر کسی نمیتونه وارد این سازمان بشه یا نزدیک بشه به اعضای شورای رهبری شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین. اونها دارای یک سپر دفاعی هستن تحت عنوان کمیته امنیت و مبارزه با تروریسم و میبینیم که اسدی یعنی به اصطلاح کارمند یا دیپلمات جمهوری اسلامی به همراه 3 تن دیگه به نام امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی که هر دو مقیم بلژیک هستن برنامه ریزی کرده بودن در سال 2018 به کمک مهرداد عارفانی که اون در واقع نظارت بر عملیات رو به عهده داشت. خب ببینید، اینها رو البته خود موساد در واقع کشف کرد و به دولت بلژیک اطلاع داد و دولت بلژیک هم دست به کار شد. درست روزی که قرار بود که اینا دست به عملیات بزنن، همه اینها رو دستگیر کردن. خب ببینیم، وقتی وضعیت یه سازمانی که در پیکر داره، هر کسی رو راه نمیده و دید امنیتی خیلی عمیقی به اصطلاح دارن، اینجوری راحت این افراد چنان نفوذ کرده بودن که خیلی راحت به آشپزخونه ای که غذا برای دستگاه رهبری مجاهدین صرف میگرد بودن، خیلی راحت میتونستن اونا رو مسموم بکنن. حالا چه برسه به گروه هایی که اصلا در پیکری ندارن و متاسفانه بگم که هیچ درکی هم ندارم، انقدر در این 42 سال هر کسی با هر که دیگه اختلاف پیدا کرد یا یک کسی نقدی کرد نسبت به یه نفر دیگه یا یک نفر از عضویت یک سازمان خودش رو مثلا استعفا داد یا نقد کرد، میشنویم که میگن این جاسوس جمهوری اسلامیه. یعنی اصلا همین کلمه که در واقع این جاسوس جمهوری اسلامی رو خود اینو دستگاه اطلاعاتی برای به هم زدن اختلاف انداختن در بین اپوزیسیون استفاده میکنه، در صورتی که جاسوسی یک معنی و مفهومی داره و اگر دقت بکنیم اپوزیسیون ایران به عنوان وسیع ترین و گسترده ترین اپوزیسیون در دنیاست و جمهوری اسلامی در مقابل خودش هم سرویس های اطلاعاتی
کشورهای دیگر رو داره، مثل موساد، مثل CIA یا بقیه، یا تمام کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی مشکل دارن و کار اطلاعاتی میکنن، کار سرویسی میکنن. و جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد با همه اپوزیسیون بخواد بیاد در واقع درگیر بشه. میاد دستبندی میکنه، میگه خب الان سازمان مجاهدین هست که تشکیلات داره، پول داره، امکانات داره، لابی داره، به اون ضربه بزنه، یا اینکه مثلا گروه های دیگه مثل گروه های هوادار رضا پهلوی اگه دستش برسون رو ترور خواهد کرد. یعنی اصلا قطعی اصلا جای هیچ شک و شبهی نیست. یعنی اون میفهمه که باید به کجاها بزنه، یا گروه هایی که مسلحانه با جمهوری اسلامی درگیر هستن، گروه هایی که مثلا حالا ما میپردازیم، گروه های عرب اهوازی هستن و گروه های مسلحی که مثلا در کردستان هستن یا در بلوچستان هستن. اینها مهمترین اهداف به اصطلاح جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن، یا کسایی که کارهای یعنی به لحاظ ایدئولوژیک دشمنی خودشون رو با اسلام شیعه یا اسلام جمهوری اسلامی بسیج میکنن. ما 5-6 ماه پیش یک نفری که در ترکیه زندگی میکرد و علیه اسلام در وبلاگ خودش، در کانال خودش تبلیغ میکرد، دیدیم که اومدن این رو ترور کردند و رفتن و مقامات ترکیه هم هیچ وقت هیچ گزارشی ارائه نکردن. ولی از اونجایی که ناامنی ایرانیان در ترکیه باعث شد که ترکیه به خودش بیاد، برای اینکه بسیاری از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه گذاری کردن، خونه دارن، کارخونه دارن، شرکت دارن، زندگی میکنن، اگر ببینن که این حیات خلوت جمهوری اسلامی شده، خب میرن دنبال یک کشور دیگه. و اون داستان شعر عرسی رو که اردوغان خونده بود و اختلاف افتاد بین ایران و ترکیه، باعث شد که چند تا از کارهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مورد حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسود، که در ترکیه توسط یک پرستو یعنی به ترکیه کشیده شد و طرف یک گروه به اصطلاح گروه مواد مخدر که با جمهوری اسلامی رابطه داشت، البته میگن جاسوس دوگانه بود، رئیس اون مافیای ناجی زریندشتی روبوده شد و به ایران. این بار شد که مطبوعات و دستگاه‌های مسئول در ترکیه به خودشون بیان و گذشت نکنن. امروز هم ما دیدیم که سفیر یا کارمند کنسولگری ایران در ترکیه به نام محمد رضا ناصرزاده رو به اصطلاح به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی بازداشت کرده، که به نظر من بعد از این موضوعی که در بلژیک در واقع اتفاق افتاد، یک رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامیه. ما اگر بخوایم یک بررسی دیگه ای بکنیم، یعنی در این 5 سال نگاه بکنیم چه تعداد آدمهایی رو اینها تونستن به خدمت خودشون بگیرن، آخرینش جمشید شارمهد بود که یه فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در ساکن امریکا بود، که اواخر ژوئیه وقتی قصد سفر داشت به هندوستان در دبی ناپدید میشه و بعد معلوم میشه که اون رو آوردن و به ایران. و همینطور به گزارش تلویزیون دولتی هلند، احمد مولا یا احمد نیسی 2 سال پیش در مقابل محل زندگیش در شهر لاهه به قتل رسید. تلویزیون هلند از احمد نیسی به عنوان مؤسس جنبش آزادی بخش الاهواز یاد کرده. صابرین سعیدی، دوست و دختر حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسود، که اون هم گفتم به استانبول
کشیده شد و بعد به ایران برده شد. و مهمترین تروری که صورت گرفت ترور محمد رضا کلاهی هست که به نام علی معتمد در المیره هلند ساکن بوده، در از به اصطلاح در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و جان سپرد. و این ترور توسط یک گروه مافیایی بودن که به اصطلاح شهروند هلند بودن و جمهوری اسلامی 200,000 یورو به این باند داد بدون اینکه دستان خودش مستقیم باشه و دادگاه هم نتونست کاری انجام بده، برای اینکه دادستان هلند اعلام کرد که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف که یه تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل دریافت کرد. یعنی این طرف همین نوفل اف از توی زندان دستور قتل محمد رضا کلاهی رو میده. محمد رضا کلاهی هم کسی بوده در سال 60 عضو سازمان مجاهدین در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نقش اصلی رو داشته که بیش از 70 نفر در اون ساختمان کشته میشن. بعد بخوایم اگر گریزی بزنیم، حدود 380 نفر فقط در اتحادیه اروپا ترور میشن از بعد از انقلاب تا به امروز. ولی یک نقطه عطفی در ترور جمهوری اسلامی در اروپا رخ داد و اون هم مسئله ترور میکونوس بود، رستوران میکونوس که چندین نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که مهمان رسمی دولت آلمان بودند در این رستوران به قتل رسیدند و این مسئله ابعاد وسیعی پیدا کرد و جمهوری اسلامی محکوم شد و در سال 1998 جمهوری اسلامی رسما و کتبا به اتحادیه اروپا به اصطلاح قول داد که دیگه دست به ترور نزنه. ولی داستان ترور جمهوری اسلامی به شکل دیگه ای در اومد که گفتم به طور غیر مستقیم. اگر قبلا نیروهای به اصطلاح حزب الله لبنان در اروپا دست به قتل مخالفین ایران میزد، این بار اینا از گروه های مافیا و جنایتکار کشورهای اروپایی برای به قتل رسوندن مخالفین خودشون استفاده کردن. و این مسئله خب خیلی ابعاد داره و برای این که ما به یک نتیجه گیری برسیم این هست که من در ویدیوی بعدی به اصطلاح اینا رو دستبندی میکنم، شیوه کار اونها رو، چون واقعیت اینه که خب من کارشناس مسئله امنیتی نیستم ولی به دلیل 50 سال مبارزه سیاسی همیشه با پلیس سیاسی برخورد داشتم. نمونای زیادی بوده که من تونستم این شبکه ها رو شناسایی بکنم و تجربیاتی هست و شخصا هم علاقمند هستم و همه این مسائل رو دنبال میکنم، وگرنه لایو گذاشتن یا تهیه کلیپ هایی که در مورد اخباری که مثلا صورت گرفته، خب بسیاری از جوان ها دارن کار میکنن، خیلی قشنگ هم در میارن، ولی فاقد یک تجربه، فاقد یک جنبندی، فاقد یک به اصطلاح نتیجه گیری هست. امیدوارم که در کلیپ های بعدی من بتونم در این مورد نظریاتم رو برای دوستان ارائه کنم. شب و روزتون خوش.